به سبزی بهار زیبای ایران و درودی چو بوی خوش مهربانی، درودی چو صدای خوش، یه آوای خوش که از دلی بلند میشه و بر دلهای دیگه میشینه. مسروره هستم از شهر تورنتو و از طرف پرژن بارز به مهمون عزیز و هنرمندمون خواننده شهر تورنتو خانم شیلا خوش آمد میگم. خانم شیلا، من خودم وقتی که دلم یه جورایی گرفته، وقتی حوصله‌ام سر رفته، فقط یه صدای خوش و یه موزیک خوب میتونه من از اون حال و هوا در بیاره و خوشحالم که شما امروز به ما پیوستید و دعوت پرژن بارز و من رو قبول کردید. بسیار ممنونم، سپاسگزارم از مقدمه زیبای شما که پیام آور بهار و سبزی و نشاط بود. صدای مخملی شما خودش همه اینا رو به تنهایی داره. ممنونم از اینکه دعوتم کردیم و متشکر از Persian Awards که این تدارکات رو مهیا کردن. ممنون از شما و بریم بدون مقدمه سراغ اولین سوالمون. من هم از همه هنرمندا، همه ما مردم دلمون میخواد که یکم ازشون بدونیم. بدونیم زندگیشون در کودکی به چه صورت بوده، بچگی رو چطور گذروندن، کجا بزرگ شدن، کجا رشد کردن، کجا درس خوندن. و من هم مثل بسیاری دیگه دلم میخواد از شما این سوالها رو داشته باشم و شما جواب مناسب رو بدید. من به عنوان یک هنرمند از طرف خودم میگم، فکر میکنم زندگی من خیلی عادی بوده، مثل بقیه افراد بوده. حالا اگر کسی به سمت و سوی معماری میره، نقاشی میره یا هر حرفه دیگه رو دنبال میکنه، یک انسان هنرمندم یک انسانه. و من زندگیم از بچگی همیشه با موسیقی و با زبان خیلی آمیخته بوده. من یادم میاد خیلی بچه بودم، همیشه دوست داشتم زبانهای مختلف رو یاد بگیرم و بخونم به زبانهای مختلف. از شهر و دیاری که درش متولد شدم، بندرانزلی گیلان، همیشه خاطرات خوبی داشتم، ولو اینکه خیلی کم اونجا بودم. تقریبا میتونم بگم آره تا دوران دبیرستان رو اونجا بودم با دوستان همکلاسی. طبعا با خانواده، در قلب خانواده بزرگ شدم و همونجا درس خوندم و همیشه با ورزش و موسیقی بودم. الان هم که خیلی سنم هم بالا رفته، همچنان بکش بکش بالاخره با موسیقی، با ورزش هستم. و بعد از اینکه دیپلم رو تموم کردم، دانشگاه شیراز رفتم و در دانشگاه پهلوی شیراز در همون رشته که خیلی دوست داشتم، رشته زبان و ادبیات انگلیسی و لینگویستیک، آواشناسی که ارتباط خیلی تنگاتنگی با موسیقی داره، به تحصیل ادامه دادم. و بعد از اینکه به اصطلاح دوران دانشگاهی به اتمام رسید، دیگه همیشه خودم رو یه آموزگار میدونستم، ادوکیتر بودم و تدریس میکردم. به هر حال به تناسب اون چی که در تاریخ زندگی همه ما میگذره، موسیقی جایگاه خاص خودش رو داشت و یه مقداری بالا پایین هایی که داشت، من همیشه در درون خودم با موسیقی بودم. و بعد زمانی که سال 1995 همراه خانوادم و همسرم البته و دو تا پسرام وارد کانادا شدم، دقیقا همون مسیر رو ادامه دادم، به تحصیلات رشته خودم پرداختم و در کنارش به رویال کانسرواتوار رفتم و موسیقی رو ادامه دادم. اونجا با اساتیدی که اونجا هستن، در همین رابطه با اساتید و دوستان زیادی دیگه آشنا شدم. البته ناگفته نماند، من زمانی که ایران بودم استادی داشتم که هیچ وقت فراموششون نمی کنم. ایشون خانوادگی اکثرا کسایی که در ایران و یا در شمال هستن ایشون رو می شناسن، خانم اوهانجانیان. ایشون به اصطلاح مربی در واقع تعلیم و تربیت بیسیک موسیقی رو و پیانو رو من کنار ایشون یاد گرفتم. و بعد صاف کنید، عجله نکنید، نپرید به اونجا. بذاری من یه چیز رو بگم، چون اینجا هم که اومدم با
خانمی آشنا شدم که ایشون هم ارمنی هستن، از ارامنه بودن و من فکر میکنم خیلی ارتباط نزدیکی با ارامنه داشتم و اینطور ادامه دادم. جالب. ولی تمام اینا رو گفتید اما نگفتید که به هر حال ایرانیایی که توی تورنتو هستن شما رو به عنوان یه ارزیاب زبان انگلیسی زیاد نمیشناسن، شما رو به عنوان یه خواننده گیلان میشناسن، از اهالی گیلان، یه خواننده گیلکی. حالا به من بگید که از کجا خوانندگی رو شروع کردید و مشوق شما توی این کار چه کسی بودش؟ بله، بسیار سوال قشنگیه. مشوق من اون همکلاسی های نازنین کوچولویی بودن که من در دبستان و دبیرستان روی نیمکت ها میشستم و دور من بودن و برام دست میزدن، از اونجا شروع شد. اردوهای رامسر که رفتم، ولی اگر به صورت به اصطلاح حرفه‌ای و جدی بخوایم بگیریم، یکی از کسانی که در زندگی هنری من خیلی نقش مهمی داشتن، زندگیات استاد آشورپور بودن که من در واقع دنبال روی کارهای ایشون بودم و تو کارهام سبک و سیاقی که ایشون داشتن رو دنبال کردم. با اجازه خودشون و با امضایی که ازشون دارم کارهاشون رو بازخونی کردم و این کار رو دنبال کردم. خب پس شما خودتون قدری اشاره کردید به اینکه اولین مشوق‌های شما چه کسانی بودن و من و یکی از اولین مربیای شما. اما من دلم میخواد یه مجموعه، قطعا شما هم یه مجموعه، یه تعدادی از مربیان رو داشتید برای تعلیم صدا، برای آموزش صدا، و من دلم میخواد که به هر حال همه ما شاگردای افرادی بودیم، دلم میخواد به حکم قدرشناسی از اونها و وفاداری نسبت به آنچه که به ما آموختن از اونها هم نامی ببرید، از کسایی که باشون کار کردن. بله، اونایی که به شما تعلیم صدا رو آموزش دادن به صورت حرفه‌ای، به شما آموزدن که چگونه باید آواز بخونید. بله، خب در این راستا با افراد زیادی من در برخورد بودم و از کلاس و محضر ایشون استفاده کردم. یکی که همینطور که اشاره کردم هیچگاه فراموششون نمی کنم، خانم اوهانجانیان بودن و همسرشون که در گیلان کلن شناخته شده هستن. ایشون هم در آوازسازی و هم در پیانو خیلی کار میکردن با من و من خیلی نزدیک بودم به ایشون. خب بعد زمانی که من دانشگاه رفتم، در دانشگاه شیراز ما بخشی رو که داشتیم، بخش ادبیات، دقیقا کنار بخش زبان بود. اساتیدی بودن که من اونجا با اونا آشنا شدم. یکی از کسایی که به من خیلی لطف کردن جناب امیر رهبر بودن که من در کانادا با ایشون کار کردم و مجموعه جاودانای گیلان رو به ثبت رسوندم. خانم آناهیت کاتوسیان بودن که ایشون ایرانی نیستن، ارمنی هن، و در رویال کانزرواتوار با خانم جنیفر تان کار میکردم که روی سولو و به اصطلاح کرخانی و سایت ریدینگ، نوتخانی و اینا کار میکردیم. اینا افرادی بودن که خیلی به من محبت داشتن. و همچنین استاد یدالله کابولی بودن که ایشون نه تنها در رابطه با شعر بلکه در رابطه با ردیف موسیقی به من یاد دادم و من از محضر ایشون خیلی یاد گرفتم. بله بسیار عالی است. یاد همه این عزیزان و این هنرمندان زنده و جاوید هستش. و خانم شیلا، معمولا یه خواننده وقتی پا به حرفه و دنیای خوانندگی میذاره، یه سبک و سیاق خاصی رو برای خودش در نظر میگیره. آیا فکر میکنید شما که باید همیشه این سبک رو، این مدل کار رو تا انتها دنبال کنه، یا اینکه در جاهایی میرسه به جایی که میخواد اینو بشکنه و قالب‌های دیگر رو هم امتحان کنه، شما فکر میکنید که همونطور که گفتم باید همیشه دنبال روی یه قالبی شکلی یک سبک باشید، یا اینکه نه میتونید سبکای مختلف رو امتحان کنید و اونها رو هم به جمع سبک قبلی خودتون و روش قبلی خودتون اضافه کنید؟ بله، من تصور میکنم که
عمدتاً چون ما در مورد خوانندگی داریم صحبت میکنیم، در رابطه مشخصه با خوانندگی، یک خواننده یک سبک و سیاق و یک روش خاص خودش رو داره و بر مبنای اون حرکت میکنه. این یک چیز چهارچوب محدود شده نیست، کمان که ما میدونیم موسیقی کلن فرامرزیه و الان موسیقی تلفیقی که شده شکل، حتی نه تنها در رابطه با سبک موسیقی بلکه وارد کردن زبانهای دیگه به موسیقی، خودش میتونه یک تازگی و یا اون تنوع بودن رو به موسیقی بده. من فکر میکنم که محدود نکردن خیلی خوبه، آدم نباید خودش رو محدود بکنه، ولی اینکه دنبال یک روش و سبک خاصی بره، این خودش قابل احترامه. بله منم موافق هستم، یعنی نه اینکه موافق هستم، حرف شما به شکلی قابل قبول هستش و ما بیشتر داریم میبینیم که خواننده ها یه سبک خاص رو ممکنه که قدری نوسان توش داشته باشن. دقیقاً. بله، ولی معمولا یه قالب خاصی، یعنی وقتی اون ملودی آهنگ زده میشه ما حدس میزنیم که این باید خواننده. دقیقاً. بله. بله، و خب یه خواننده معمولا طرفداران خاص خودش رو داره. فرزند بله. ما که گیلکی میخونید، گیلانی های مقیم تورنتو و همینطور سر تا سر جهان و بلخص توی گیلان خودتون که صدای شما رو میشنون، خب جزو طرفدارای شما هستن. فکر میکنید که یه خواننده چه توقعی باید از این طرفداراش داشته باشه؟ و ضمناً به عکسش، این طرفداراش چه توقعی از خواننده محبوب خودشون دارن؟ بله، من فکر میکنم که این مسئله‌ای که اشاره کردی، دو تا قطبی هستش که مدام همدیگر رو جذب میکنه و اجتناب ناپذیره که ما یکی رو مجزای از یکی دیگه بدونیم. یک خواننده با حضور و وجود طرفداراش زنده هست و وجود داره و طرفدارا طبعا وقتی که فن خواننده‌ای هستن بهش قدرت میدن. من فکر میکنم این رابطه دو طرفه رو از هر دو طرف باید محکم نگه داشت. تصور من این هستش که یک هنرمند وقتی که نباید مقابل هنرمنداش قرار بگیره، باید کنارشون باشه. چرا؟ برای این که در واقع خواننده هست که میخونه برای طرفدارانش و یک احترام و یک حرم خاصی باید بین این دوتا وجود داشته باشه. من تصور نمی کنم که یک خواننده یا یک هنرمند این ذهنیت باید براش پیش بیاد که مبادا تافته جدا بافته است. خواننده هم بخشی از مردمه و این ارتباط متقابل همراه با احترام هست که هر دو جانب رو بالانس میکنه و نگه میداره. بله، جالب بود برای من، چون واقعا همینطوره. دقیقا یه خواننده، من فکر میکنم با طرفدارانش زنده است و این طرفدارها هست، این مردم هستن که یه خواننده رو به نام میکنن، معروفش میکنن. پس دقیقاً. بله، خواننده هم قدر این مردم رو بدونه، باید بدونه. نگه داشتن خاص اونها و خواسته اونها همیشه به شکلی این راه رو بره. و شده شما با طرفدارانتون صحبتی داشته باشین و طرفدارانتون احیاناً یک انتقادی رو از شما داشته باشن، اون وقت شما برخوردتون نسبت به اون فرد و اون طرفدارتون چی هست؟ کلن من فکر میکنم من آدم بازی هستم، اوپن هستم، یعنی از انتقاد نمیترسم. من فکر میکنم انتقاد خیلی سازنده است و میتونه آدم رو جلو ببره. اگر من دیواری دور خودم بکشم و خودم رو جدای از مردم بدونم و نشنوم که اونا چی میگن، این خیلی اثرات منفی میذاره. نمونه های زیادی دارم، یک نمونه دارم، شاید الان وقتش نباشه و بعد شما اگر که سوالات دیگه ای رو مطرح کردید من این نمونه رو براتون مثال بزنم. من فکر میکنم که اگر از راه احترام و
نگه داشتن حرمت، هر کسی از من انتقادی بکنه من کاملا آمادم براش، ولی از اونجایی که الان میدیا بازه و هر کسی میتونه در دنیای مجازی هر چیزی که دلش میخواد بگه، این رو من پسندیده نمیدونم. که اتفاقا خوشبختانه در مورد من باور کنید حتی یک مورد هم پیش نیومده که کسی به من بخواد بی احترامی کرده باشه. انتقاد البته مسئله جداست، ولی من همیشه مورد یعنی آزرده میشم ببینم که اگر هر هنرمند دیگه ای رو مورد انتقاد و خشونت قرار بدن به جوری که از مرز احترام بریم بیرون. من در جواب سوال شما باید بگم که هیچ ممانعتی نمیبینم که اگر در هر زمینه ای طرفداران من اگر بخوام بیان راجع به من نظر منفی بدن یا یک نظر سازنده بدن. من فکر میکنم هنرمند وقتی که کارش رو عرضه میکنه باید آماده این باشه که فیدبک از مردم بگیره. و من سال گذشته، زمستان گذشته، دقیقا به خاطر دارم روزی بود یه برف سنگینی میومد و خانم شیلا نخور و خانم شیلا اسدی در تورنتو کنسرت داشتم در موزه آقا خان. و خب من خودم به عنوان یک کسی که طرفدار صدای ایشون بودم به اونجا رفتم و با وجود اینکه بسیار سخت بود، رفت و آمد بسیار سخت بود و فکر میکردم که خب من یکی اینطور مشتاقانه میرم بقیه چی؟ ولی وقتی که گذشت دیدم سالن پر شد و توی موزه آقا خان واقعا سالن پر شد و من احساس کردم چه موفقیت خوبی، چه کنسرت خوبی رو شما دارید برگزار میکنید. ولی دلم میخواد از زبان خود شما بشنوم که یه کنسرت موفق معناش چی میتونه باشه. چقدر سوال جالبی پرسیدید. من فکر میکنم که یه کنسرت خوب زمانی میشه گفت که خوبه، این رو دقیقا میشه از چشمان تماشاچیایی که اونجا نشستن و دارن گوش میکنن، سراپا گوش هستن، میشه فهمید. و شما وقتی که برنامه رو روی صحنه میبرید، اگر این برنامه طیف وسیعی از افراد رو از سنین مختلف در بر بگیره و یا ملیت‌های مختلف رو، به خاطر اینکه ما در جایی که زندگی می‌کنیم فقط با افراد ایرانی سر و کار نداریم و یا من اگه گیلکی می‌خونم فقط مخاطب من گیلک‌ها نیستن، اگر این طیف رو در واقع کاور بکنه و بخواد این افراد رو بیاره، نشون میده که یه کاری کرده. و در ضمن من فکر می‌کنم که یک برنامه خوب، اولا که به تنهایی اون برنامه نمیتونه انجام بشه، باید حتما یه کار تیمی باشه که با گروهی این کار روی صحنه رفته باشه و یه کار دست جمعی باشه. حتما بایستی از خلاقیت و از یک نوع ایده نوعی برخوردار باشه که تماشاچی رو جذب بکنه، حالتی کلیشه‌ای نباشه. و جالبه که وقتی که افرادی که از یک کنسرت دارن میان بیرون، دقیقا از حال و هوای برگشت اون تماشاچی ها شما میتونی حدس بزنی که آیا این کنسرت، این برنامه آیا یه پیامی به اینا داده، آیا حال و هواشون رو به نوع خوبی عوض کرده، آیا اون آخرین آهنگی رو که شنیدن هنگام ترک اون سالن دارن زمزمه میکنن. من فکر میکنم همه اینها عوامل و یا نشانه هایی از این هست که یک کنسرت موفق بوده و به نتیجه رسیده، ولو اینکه هوا برفی و طوفانی بوده افراد حضور پیدا کردن. و به خاطر دارم که شما اونجا گروهی رو به نام گروه جینگه معرفی کردید. حکمت تشکیل این گروه، داستان تشکیل این گروه چی هست، گروه جینگه، و جینگه اصلا به معنای چی هست و به کدوم لهجه و زبان این؟ بله، راستش ما زمانی که تصمیم گرفتیم که یه سری از کارها رو به هر حال ضبط کنیم یا تمرین کنیم و ببریم روی صحنه، خب طبعا با افراد زیادی چه روی صحنه چه پشت صحنه ما در ارتباط بودیم.
از موزیسین ها گرفته، منیجر برنامه گرفته، مجری های نازنینی مثل شما و دوستان دیگه پشت صحنه، همه اینها در واقع کمکی بودن که ما برنامه رو بخوایم جمع و جورش کنیم. کارها به واسطه متنوع بودن و به واسطه شکل موسیقایی خاصی که داشتن، دانش موزیسین‌های خاصی داشتن. ما وقتی اینا رو جمع‌آوری کردیم به فکر این بودیم که، یعنی فقط البته نظر من نبود، که یه اسمی برای این گروه بذاریم که با اینکه یک کلمه هست ولی بار بیشتری رو داشته باشه و یکی بپرسه که اصلا جینگه یعنی چی، که شما این سوال رو پرسیدید. جینگه در لغت اساسا یک لغت گیلکی هست و من این رو از کارهای زندگیات آشورپور گرفتم که یکی از آهنگاشون هست و ما اون رو هم اجرا کردیم. جینگه عملا به معنای چنگی هست، یعنی کسی که چنگ میزنه، ساز میزنه و الزاماً به یک ساز اطلاق نمیشه، میتونه هر سازی رو در بر بگیره و عموماً به یه گروهی گفته میشه که نه تنها ساز میزنن بلکه میرقصن، میخونن، ندا سر میدن و کارهایی میکنن که محیط رو شاد کنن و فکر میکنن که تا حدی ما تونستیم کاری به نام جینگر رو عرضه کنیم. بسیار عالی، امیدوارم که شما و گروه جینگه همیشه موفق باشید. متشکرم. من کنسرت های بسیاری رو رفتم. در برخی از کنسرت ها شاهد این بودم که خواننده با سپاس از عوامل مختلف سازنده یک آهنگ از اونو یاد میکرد، ولی خب در برخی از کنسرت ها هم شاهد این بودم که فقط خواننده میخون و هیچ یادی از سازندگان یک آهنگ به عمل نمی آورد. و شما به عنوان یک خواننده چقدر عادت دارید که عوامل ساخت آهنگ‌های مختلفتون رو برای طرفدارانتون، برای مخاطبینتون بگید؟ چون همونطور که میدونید یه سراینده میخواد که شعرش رو بگه، یه آهنگساز میخواد، یه تنظیم کننده آهنگ میخواد و یه خواننده، ولی چون میکروفون دست خواننده هست، مردم همه اون آهنگ رو به اسم خواننده میشناسن، در حالی که اگر این تیم، اگر این گروه جمع نشن، چنین آهنگی اصلا ساخته نمیشه، درست نمیشه. پس شما چقدر خودتون رو متعهد میدونید که همه عوامل ساخت و خلق یک آهنگ رو نام ببرید؟ بسیار عالی. من اساساً از اونجا که اشاره کردم به کار تیمی خیلی علاقمند هستم و اعتقاد قلبی من این هستش که هیچ کاری به صورت انفرادی و مجرد نمیتونه جوابگو باشه. برای نمونه در رابطه با اجرای آهنگ، درسته که خواننده ممکنه که محور این کار باشه یا در واقع دلیور بکنه، این رو به گوش همه برسونه، ولی اولا بدون موسیقین ها نمیتونه، بدون کسی که آهنگ رو ساخته و قطعا بدون تنظیم کننده. تنظیم کننده کارها خیلی مهمه و ترانه سرا یا شاعر، غیر ممکنه که آدم کاری رو روی صحنه ببره و نخواد که به این مسائل اشاره بکنه. تا اونجایی که یادمه من در برنامه ها نه تنها در مورد کسایی که اون رو خلق کردن، بلکه زمینه پیدایش یک کار رو من خیلی دوست دارم که با تماشاچی ها این رو مطرح بکنم. برای نمونه این خود کنجکاوی خود من بوده، مثلا یکی از آهنگایی که من روش کار کردم و خیلی دوستش دارم همین بسل موچوی اسپانیایی هست. این آهنگ جالب اینجاست که من در یه مقاله میخوندم که رکورد آهنگایی رو که در دنیا بیشترین خواننده ها این رو به زبان های مختلف خوندن همین آهنگ بوده و من تعجبم این بود که خب این چیه، من این خورده برم ببینم که ماجراش چی. و وقتی که من این رو پیدا کردم، پیدایش این ترانه رو که اینقدر جهانگیر شده از یک دختر 14 ساله بوده، دختری که تا حالا هیچ کی اینو نبوسیده بوده و به سم موشه یعنی مرا ببوس، و
و جالب اینجاست که من خیلی مشتاق بودم این رو بدونم و این رو من روی استیج این رو به بقیه گفتم و یا اینکه آهنگ رو کی ساخته، البته در یک قالبی که خیلی خسته کننده نباشه ولی در عین حال کپی رایت افراد در نظر گرفته بشه. من فکر میکنم که برای هر هنرمندی لازمه که به این مسئله بپردازه. و ساز مخصوص گیلانی ها چی هست؟ یکیش یه سازی هست به نام سرنا و یه سری سازهای کوبه‌ای هست که حال و هوای خاصی به فضای اون آهنگایی که شاد و دلنشین و بهاری و از باغ و گل و دریا هست اون رو میرسونه، منتقل میکنه. پس سرنا ساز مخصوص گیلانی ها هست؟ یک سری بله سازهای کوبه‌ای هست، یکیش از اینا فکر میکنم سرنا باشه. بله بله. و خود شما چی؟ شما ساز میزنید؟ من در واقع ساز گیلانی نمیزنم ولی چون از نوجوانی تقریبا با پیانو آشنا بودم و کلا موسیقی رو روی میدونید که پیانو ساز مادره و خیلی آسونه، همه نوت ها و کلاوی ها همونجا هست، خیلی راحت تره و من چون آدم تنبلی هستم با پیانو رفتم. یه مقداری بله پیانو کار کردم، پیانو میزنم. بله. خب حالا شما به عنوان یه خواننده، من خودم همونطور که در ابتدا و به اصطلاح فتح الباب برنامه گفتم، وقتی واقعا خسته هستم، ذهنم، جسمم، میرم سراغ یه موزیک خوب، میرم سراغ یک صدای خوب. شما چی؟ شما به عنوان خواننده آیا شما وقتی خسته میشید، وقتی از تکرار زندگی، از کار روزانه و حس خستگی به ذهنتون و به جسمتون میاد، چه چیزی شما رو سر حال میاره؟ میرید ترانه های خودتون رو میخونید و گوش میکنید یا اینکه به آهنگ ها و ترانه های بقیه خواننده ها میپردازید؟ من هیچ وقت به کارام گوش نمیدم مگر اینکه کاری رو ضبط کرده باشم و بخوام روش کار کنم که بهتر بشه. برای من شنیدن به کارهای خودم یه جوری عجیب میاد، فقط برای بهتر سازی کار به اینا گوش میدم. در اوقات تنهاییم نه، واقعیت رو بهتون بگم هیچ وقت به کارام گوش نمیدم، به کسای دیگه گوش میدم که برام تازگی داره. حتی شده من بعضی از آهنگ ها رو باورتون نمیشه شاید مثلا 100 بار هم گوش دادم ولی بازم برام تازه است. من خودم رو محدود به یک سبک خاص خواننده یا سبک خاص موسیقی نمی کنم. من به همه ملیت ها خیلی گوش میدم، از ملیت ها یاد میگیرم و تو زندگی شخصی من با افراد ملیت های مختلف ارتباط خیلی نزدیکی دارم. این ارتباط تنگاتنگ و به اصطلاح بک اند فورت خیلی به من کمک میکنه و هم چیز یاد میگیرم و همین که منو به یک دنیای خاصی میبره. برای من فقط موسیقی موسیقی نیست، یعنی حتما من از یک رادیو گوش بدم یا من شده وقتی پیاده روی میرم صدای باد که میاد برای من موسیقیه، صدای پرنده ها. من معمولا وقتی برای پیاده روی میرم گوشم هیچی نمیذاره، من دوست دارم طبیعت رو بشنوم. همه اینا آوا هستن، اینا صدا هستن، اینا به من زندگی میدن، من به اینا با قلبم گوش میدم. و شما در بین صحبتاتون همین الان فرمودید که وقتی بیکار هستید، وقتی حوصله‌تون سر رفته و دلتون میخواد خودتون رو به هیجان بیارید، میرید سراغ بعضی از آهنگ ها و شاید بعضی از آهنگ ها رو 100 بار گوش کرده باشید. این نامیرایی بعضی از آهنگ ها رو شما چطور توصیف میکنید؟ چطور میشه که یه آهنگ به قسمی ساخته میشه که تاریخ مصرف نداره و هرچی شما گوش بدید بازم تازگی خودش رو داره، اما برخی از آهنگ ها دو بار سه بار که گوش میکنید دیگه اونطوری به دلتون نمیشینه، اونطوری دلتون نمیخواد دوباره گوش کنید. این تفاوت رو شما در چی میدونید؟ خیلی جالبه. ببینید در موسیقی یک سری
افرادی هستن میان، خواننده هایی میان، یک سری کارهای کلیشه رو ارائه میدن برای مدت محدودی هستن، بعد دیگه از یاد میرن. در مورد کارها آهنگام همینطور، شما وقتی که یک کار اصالت داره یا یک شعر اونقدر عمیقه که هیچگاه کهنه نمیشه، هیچگاه از بین نمیره، شما سالیان سال میتونید بهش گوش بدید. البته این مسئله یک چیز فردی و ذوقی هم هست، شاید چیزی که من گوش میدم برای نمونه مثلا برای پسرم خیلی جالب نباشه، عجیب باشه که من چرا دارم اونو گوش میدم، کاملا چیز فردیه. ولی هر کس به تناسب درون خودش، به تناسب نیازی که از هنر، از موسیقی میخواد، به یک چیزی وصل میشه، با یک چیزی عجین میشه. من فکر میکنم اصالت کاره که از بین نمیره. برای نمونه من امروز داشتم به آهنگ بوی عیدی فرهاد گوش میدادم. شما شعرش رو گوش کن، اصلا ملودیش رو گوش کن و نحوه اجراش رو گوش کن. من فکر نمیکنم این از بین بره. بله، درسته، شعرش مالی شهریار قنبریه و اصلیش کودکانه هستش که حالا بوی کودک، بوی عیدی میشناسید. یعنی هر کسی میتونه باهاش ارتباط ایجاد کنه. میدونید بعضی کارها اونقدر اصالت دارن که نمیمیرن، میدونید از بین نمیرن. در نتیجه من فکر کنم به اصالت کاری بستگی داره. اگر کاری رو به تبعیت یا تقلید از چیزی یا به تناسب کلیشه بودن هی اینجور کارها تولید بشه، به همون اندازه زود از بین میره. من فکر میکنم ما نمونه های خیلی زیادی داریم در موسیقی، در دنیای موسیقی خودمون و موسیقی جهان، که اینا از بین نرفتن، ماندگار شدن، اینها شدن موسیقی ماندگار ملل در واقع. بله همینطوره. و شما آیا آلبومی هم از کارهاتون تهیه کردید، در دست دارید و برامون از آلبوم هایی که درست کردید بگید؟ بله، من زمانی که کانادا اومدم و تقریبا روی اون کاری که به اصطلاح در کنار کار هنری هست تا حدی به اصطلاح خیالم راحت شد، به بیشتر به کار موسیقی پرداختم. یه آلبومی رو به نام آلبوم جاودانه های گیلان رو روش کار کردم و همه کارها به زبان گیلکی هست و این آلبوم بازتاب خوبی داشته و در واقع سلکشنی بوده، از انتخابی بوده از کارهای برجسته گیلکی که بیشترش زنده یاد آشورپور کاراشون در اون در واقع متورر شده. این کار خیلی خوب بود، بازتابش بسیار عالی بود و من این رو تقدیم کردم به فرزندان بیسترپرست گیلان و بسیار راضیم که این کار رو به اتمام رسوندم. بعد از اون دیگه زمان سیدی گذشته بود، دیگه تمرکزم روی یک سری کارهایی بود که به صورت آلبوم واحدی در واقع در نیامد، ولی به صورت ترک های جداگانه بود و این اسمش بود جاودانه های ملل. روی به اصطلاح کارهای تمرکز رو گذاشتم که با توجه به استناد به کارهای ملل، گیلکی و فارسی همواره در کنارش بود و اون اوریجینالش رو هم حفظ کردم و این اسمش بود جاودانه های ملل. و من در همون کنسرت شما که حاضر بودم دیدم که شما با 8 زبان مختلف آهنگ‌های مختلف رو می‌خوندید و اجرا می‌کردید. اولا می‌خوام بدونم که این اتفاق چطور افتادش و دوم اینکه آیا غیر از این که شما با زبان‌های مختلف آهنگ می‌خونید، آیا هیچ وقت با خواننده‌های ملیت‌های دیگه هم برنامه اجرا کردید؟ راستش برنامه اجرا نکردیم، یعنی با خواننده غیر ایرانی روی استیج بریم، فارسی زبان، بله، روی استیج بریم، روی صحنه بریم. به صورت دوئت نخوندیم، ولی ما یه گروهی داشتیم، یه گروهی از ملیت‌های مختلف و الزاماً فقط خوانندگی نبود. ما روی رقص و
به اصطلاح شعر و آهنگ و کلن مسائلی که مربوط به بخش هنری میشه گروهی رو تشکیل داده بودیم. به اون شکل نبود که روی استیج ببریم این رو، با هم کار میکردیم و این خیلی جالب بود، خیلی از هم یاد گرفتیم. ولی در جواب سوال شما، اتفاق افتاده که من در جوامعی، من یعنی در تجمعاتی بودم برنامه اجرا کردم که ایرانی نبودن، یعنی هیچ کدومشون ایرانی نبودن. برای نمونه مثلا من یک مراسمی بود برای سیتیزنشیپ که قضات بودن اونجا، افراد سیاسی شهر بودن، پالیتیشن بودن و کسایی هم که سیتیزن می شدن ایرانی نبودن، ولی من اونجا ترانه اجرا کردم و یکی از ترانه ها گیلکی بود اجرا کردم، منطقه کسی همراهم نبود که بخونه، ولی با دوستای دیگه ای ما او کندا اینا رو با غیر ایرانی ها اجرا کردیم. اگر که جواب سوال شما رو داده باشم، گیلکی نه. نه کامل هستش، ممنونم. خواهش کنم. دغدغه شما به عنوان یک خواننده زن چه هستش؟ خب ما زنان در تاریخ موسیقی و هنریمون چالش ها و چلنج های زیادی رو پشت سر گذروندیم. در حال حاضر با اینکه ما در یک کشور، ما در کانادا داریم زندگی می کنیم، باز هم اون چالش ها رو داریم. فکر میکنم زنان ما ثابت کردن که حتی در زمان قدیم، یعنی زمانی که ما دلکش ها، مرضیه ها، الهه ها اینا رو داشتیم، اینها سمبول هایی بودن که اگر کم کم به زندگی اینها بپردازیم درس خیلی خوبی میشه برای ما. ما در تمام طول تاریخ نه تنها در رابطه با هنر، همیشه زنان تحت ستم بودن و خود این باعث میشه که زنها مقاومتر بشن، استوارتر باشن و وقتی که میرن در یک جایگاه عمومی وای میستن، محکمتر وایستن و صداشون رساتر و بلندتر باشه. من فکر میکنم که درسهایی رو که زنان بزرگ حتی سرزمین ما و یا جاهای مختلف دنیا زنان برجسته به ما یاد دادن، فکر میکنم که من این درس رو سعی کردم که یاد بگیرم. و در حال حاضر خب ما در دوران کووید هستیم و تقریبا تمام اجتماعات، تمام کنسرت ها به شکلی وجود نداره دیگه. و شما به عنوان یک خواننده، به هر حال یه خواننده نیاز به صحنه داره، یه نوازنده احتیاج به این داره که هنرش رو نشون بده، ولی داریم میبینیم که یواش یواش از طریق فضای مجازی داره این کار رو انجام میدن. آیا شما دلتون میخواد و به این فکر افتادید که یه همچین کارهایی رو هم انجام بدید، از طریق فضای مجازی کنسرتی رو برگزار کنید و خواننده های، حالا با یه خواننده دیگه که همزبون ما نیست و این میتونه برای شما یه سرآغاز باشه، شروع کنید به خوندن و یه کار قشنگ دیگه ای رو به این شکل به یادگار از این دوران انجام بدید و به یادگار بذارید. البته ما این کار رو کردیم اوایل زمانی که این مسئله پیش اومد. در گروه هایی که ما داریم در رابطه با مسئله کاریمون، وقتی برگشتیم میتینگ خیلی بزرگی داشتیم زوم، من این کار رو کردم و چند تا ترانه اجرا کردم، منتها بازتابش رضایت بخش نیست اون گونه که شما به صورت حقیقی روی صحنه هستی، به خاطر اون دیلی که پیش میاد، به خاطر خیلی مسائل الکترونیکی بازتاب و نتیجهش برای من خیلی دلپذیر نبوده. میدونید، خب برای یه لحظه گروهی رو شاد میکنی و خیلی شده، من در جمعی که داشتیم به مناسبت‌های مختلف برنامه‌ای که بوده، من خوندم، برنامه اجرا کردم، ولی خب صحنه واقعی چیز دیگه است و طبیعیه که من همیشه یکی از دعاهام اینه که خدایا یه روزی صحنه و تماشاچی رو به هم برگردون. میدونی یه روزی باشه که ما دوباره برگردیم به همون دنیای حقیقی و میدونی هر چیزی باید سر جای خودش باشه. فکر میکنم الان نیستیم. اگه به اون دنیای حقیقی برگشتید، اگه همه چی تموم شد و دنیا برگشت به حالت قبلیش، از حالا فکر میکنید که شما
خودتون رو برای اون زمان آماده می کنید. یعنی در واقع میخوام بدونم که برنامه هایی رو دارید برای آینده و نقشه هاتون چی هست برای آینده؟ قطعا دارم. من همیشه تو ذهنم برنامه دارم. من هر روز بلند میشم اگر یه ایده جدیدی یا شعری، میدونید بعضی وقتا یه ترانهی به ذهنم میاد یا یه کاری، یه ملودی، یه کار جمعی، بردنش به صحنه، همه اینها منو زنده نگه میداره. قطعا من به این فکر میکنم و امیدوارم که در اولین فرصتی که ما برگشتیم به دنیای واقعی و حقیقیمون، من زنده باشم و باشم که بتونم اون چیزی رو که در ذهنیت من هست دوباره ببرم روی صحنه. امیدوارم این اتفاق بیفته. بله، با امید اون روز هستیم. من سوالم رو از شما و زندگیتون در خانواده گذشته پدر مادر شروع کردم و الان میخوام که سوال پایانیم در مورد خانواده خودتون باشه. شما گفتید که با همسر و فرزندانتون به کشور کانادا و شهر تورنتو اومدید. آیا فکر میکنید این خوانندگی آیا هیچ خللی رو در کار خانواده ایجاد کردش یا به چه صورت اون رو تونستید مدیریت کنید که مشکلی ایجاد نشه؟ خوشبختانه در خانواده من نه تنها خللی ایجاد نکرد، بلکه همیشه فضای خوبی رو ایجاد کرد. چون من هم همسرم خودشون از خانواده در واقع خانواده بودن که با موسیقی در ارتباط بودن، پدرشون که الان در قید حیات نیستن، من هیچگاه مشکلی در این زمینه نه تنها نداشتم، بلکه همیشه همسرم حامی من بوده، کنار من بوده و ما جمع هنرمندان و موزیسین و دوستانی رو که در کنار خودمون داریم، اون دوستان همسر منو بیشتر از من دوست دارن و خیلی ارتباط خوبی با ایشون دارن. و خوشبختانه دوتا پسرای منم با موسیقی و با پیانو ارتباط دارن، با اینکه کارهای من خیلی نمیفهمن، زیاد تحویل نمیگیرن منو، ولی شوخی میکنم، ولی خب خیلی احترام میذارن به کارهای من و همیشه کنار من بودن. اینه که من شخصا اون تجربه تلخی رو نداشتم و واقعا نمیدونم اگر که غیر از این بود اوضاع من چی بود، اوضاع روحی من چی بود. چون خواه نخواه به درون یک هنرمند میتونه آسیب بزنه و اذیتش کنه. همسرم همیشه کنار من بوده. و اگه در بین پرسشای من و پاسخهای شما مطلبی هست که جا مونده باشه و شما دوست دارید که عنوان بفرمایید، ما گوش میکنیم. بسیار بر من دلپذیر و دلنشین بود مصاحبت با شخص شما، با درایتی که داریم، با سوالهای بسیار زیبا و اون چیزی که مشخصه که از یک رابطه برخوردی دو نفر پیش میاد، نه از قبل تعیین شده. خیلی دلنشین و زیباست و من شخصا خیلی لذت بردم. و از طرف دیگه تشکر میکنم از اون ارگان و به اصطلاح سیستمی که این شرایط رو بر ما پیش آوردن، Persian Awards، این شانس رو به ما دادن که ما اینقدر در کمال آرامش و راحتی بشینیم و با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم. من سپاسگزاری میکنم. صدا دارم، ممنونم. و به پایان آمدیم دفتر. از طرف پرشانی بارز از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید و به ما پیوستید و ما تونستیم یه مصاحبه صمیمی و گرم رو با هم داشته باشیم. و به دلیل پایان وقتمون مجبورم که خداحافظی کنم. متشکرم از شما، سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. ممنونم. شاد و اهورایی باشید و زندگی شیرین به کامتون.